به نام خدا. امروز 27 مهر ماه 1403 دوست داشتم کمی راجع به مشکل مهم ترکیدگی میوه لیمو شیرین در این روزها در قرقارزین اشاره داشته باشم. این درختیه که چند لحظه پیش من عکس میوه و شروع ترکیدگی گذاشتم. خیال دقت بفرمایید. الان اونو برش زدم تا ضخامت پوست رو ببینم. خب میبینم ضخامت پوست میوه بد نیست. خوبه به لحاظ تغذیه که شده با پتاسیم و کلسیم و اینها. ولی این که این پوست میترکه یه علت مهمش اینه. ببینید اگر فیلم واضح باشه سعی میکنم نشون بدم. خسارت خفیف حتی خفیف تریپس و کنه روی پوست میوه هست که باعث میشه این پوست در واقع حالت رشد طبیعی خودش متوقف بشه و در مقابل رشد بیشتر مقاومت بکنه و میوه که الان هنوز تو رشد هست و سایزگیری هست از همین قسمت ها شروع میکنه به چاک خوردن و این چاک یا ترک در واقع دروازه و نقطه شروع برای اون میوه برای ترکیدگی. دیگه بقیه قسمت ها حتی اگه آسیب هم ندیده باشه همینجوری این پیشروی میکنه. چرا؟ چون گوشت قسمت داخل میوه این میخواد رشد بکنه و این پوست باید باش همراهی کنه. حالا این ترک باعث میشه که پوست جر بخوره به زبان ساده و نتیجهش میشه این. بنابراین اگر میخوایم میوه سالمی داشته باشیم صرفاً دادن کود پتاس کافی نیست. صرفاً دادن کلسیم کافی نیست. صرفاً آبیاری منظم کافی نیست. حفظش از تنش ها و اینا با مثلا پودر پاشی و کلسیم پاشی عوض میخوام با بالاخره حفاظش از گرما کافی نیست. باید حفاظت از آفات هم بشه. خسارت تریپس در وهله اول و بعدش خسارت کنه میتونه این مشکلات رو خیلی خیلی زیاد تشدید بکنه. چیزی که قبلا بارها و بارها اشاره کردیم. این که اطراف ترک میبینید زرد شده و خوش شده هم بعد از ترک و چاک خوردن اینجوری شده. یعنی دیگه اون بافت در واقع متلاشی شده. تغذیه نمی کنه این قسمت ها. حاشیه ترک پوست اینجا. تغذیه مواد غذایی دریافت نمیکنه و شروع میکنه به اذمحلال و که اولین علامه زرد شدنه. این با آفتاب سوختگی که اشاره کردیم روز علائم ترک هست فرق داره. آفتاب سوختگی پوست خشک شده مثل این. خب و این مستعد ترکیدن هست. اما میبینی که ترکیدگی از این ور اتفاق افتاده. چرا؟ چون این علاج اصلا آفتاب سوختگی نیست. همون بحث خشکیدگی پوست و خسارت تریپسه. ببینید روی همین این میوه به خوبی خسارت آثار تریپس دیده میشه اینجا. نزدیک به حساب دومگل یا اینجا مثلا خیلی خوب دیده میشه. اگر تصویر واضح باشه. اینا به همین شکل این پوست خشک شده و کاری لازم رو نداره. بنابراین اینجا همکاری نمیکنه و آمار ترکیدگی میبینیم بیره بالا. با این حال ما انتظار نداریم به قولی 100% جلوی مشکل بازار بتونه بگیره. بالاخره در طبیعت در اجرا مشکلاتی پیش میاد، ممکنه چیزا دست در بره. باید درصد خسارت پایین باشه. به نظر من 5% خسارت عادیه. یعنی یه درختی که مثلا میگیم میانگین 300 کیلو بار میده 15 کیلو ترکیدگی داشته باشه خیلی مهم نیست. یا در شرایط ایدئالش حالا 5% حتی تا 10% هم، یعنی مثلا این درختی که 300 کیلو بار میده 30 کیلو هم تلفات بده قابل قبوله با توجه به جمعی جهات و شرایطی که ما داریم باغداری میکنیم. بالاخره باید پذیرفت. ولی بیشترش واقعا دیگه ظلمه، خسارت و از دست دادن سرمایه و محصول و دسترنج هست. این دوستان عنایت داشته باشه. ببینید این درختان با اینکه به هر حال انظر بار بد نیستن، درست معلومه زیر برگ ها،
ولی این نشون تغذیه خوب هست دیگه. ولی میبینیم که ترکی دیگه هم بالاخره هست. باید ببینیم در آخر این چند درصد خواهد شد. مثلا یه درختی که میانگین 400 کیلو بار میده 200 کیلو بار میده چند درصد کیزش خواهیم داشت. اینا رو حتما باید با دقت توجه کنه، محاسبه کنه و در رفع مشکل تلاش بکنه. یعنی وقتی درست یادداشت بکنه سال بعد میتونه به اینا مراجعه کنه و برنامه‌اشو اصلاح کنه. این خیلی مهمه. نباشه که یه کاری انجام بدیم و فراموش کنیم. موفق باشید.